الیسن دیویدیان، نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان در گفتگو با خبرنگاران در نیویورک میگوید که محدودیت های وضع شده بالای زنان افغان، توانایی زنان برای کسب درآمد، دسترسی به خدمات صحی و آموزش و همه موارد مرتبط به زندگی اجتماعی زنان را محدود کرده است که این نگران کننده می باشد. افغانستان یگانه کشوری در جهان است که در آن دختران از رفتن به مکاتب متوسطه منع شدند. زنان از کار در خارج از خانه به جز در بخش های معدود و نقش های خاص محدود هستند. هیچ زن در کابینه به وزارت امور زنان وجود ندارد که این عملا حق زنان برای مشارکت سیاسی در کشور را از بین می برد. زنان در هنگام سفر موظفند یک امراه مرد داشته باشند و همچنین باید صورت خود را در ملای عام بپوشانند. خانم الیسن می گوید که زنان در افغانستان از ترس این که مبادا مورد خشونت و لتوکوب قرار بگیرند، حتی جرأت نمی کنند به تنهایی بدون حضور مرد خانواده و خرید مواد خوراکه به بازار بروند. بعضی از زنان افغان به من گفتند که هنوز هم می توانند بدون محرم به بازار بروند، اما آنها در ترس زندگی می کنند که مبادا تحت تعقیب و ضرب و شتم قرار بگیرند. برخی از زنان نیز گفتند با اینکه امنیت نسبی در شهرها وجود دارد، اما این امنیت با قیمت از دست رفتن استقلال و آزادی آنها تمام شده است که برای اکثر زنان این قیمت بسیار بالا است. این مقام زنان سازمان ملل متحد میگوید که افغانستان تنها کشوری در جهان نیست که اخیراً شاهد کاهش حقوق زنان بوده است، ولی آنچه در افغانستان اتفاق افتاده زنگ خطری برای همه زنان جهان است، زیرا این نشان می‌دهد که چگونه میتوان چندین دهه پیشرفت در عرصه برابری جنسیتی و حقوق زنان را به معنای واقعی کلمه فقط در چند ماه از بین برد. آنچه در افغانستان اتفاق می افتد فراخوانی برای همه کسانی که برای حقوق زنان مبارزه می کنند می باشد که این یک مبارزه جهانی است و تأثیر این نبرد برای حقوق زنان در همه جا خواهد ماند. این در حال است که گزارش جدید هیئت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما که هفته گذشته منتشر شد، محو تدریجی حقوق اولیه بشر را در سراسر کشور از زمان تسلط طالبان در ماه آگست سال گذشته تایید می کند. با آنکه طالبان گزارش تازه یونما را رد کردند، این گزارش با اشاره به قتل‌های غیرقانونی، شکنجه، دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه طالبان در 11 ماه گذشته، طالبان را متهم به نقض حقوق اساسی بشر در افغانستان کرده است که نقض و محدودسازی حقوق اساسی زنان یکی از برجسته‌ترین بخش‌های این گزارش بوده است. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.